سلام بیننده عزیز، خوش آمدین به چینل MSFA Family Vlog. هر جایی که هستین خوش و آرام باشین و تشکر از تک تک شما که تا به حال با ما بودین، ما را حمایت کردین و از کامنت های زیبای شما یک جهان سپاس و خوش آمدید میگیم کسایی که در چینل ما نو هستن. همونطور که در ویدیو میبینین بیننده عزیز، امروز رسیپی نان چپاتی را برای شما عزیزان شریک میسازم، ساده آسان، البته از آرد سبوسدار و یا آرد سیاه دیگه. و نگفته نمانه که من نان چپاتی و نان پرکی را بدون تاوه پخته میکنم. تاوه اصلا استفاده نمی کنیم و به تاوه هم ضرورت نداریم. اینالا بریم ببینیم که نان چپاتی رو ما چطور آماده میکنیم. خب بیننده عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، گفته در شروع 1 کیلو آرده که ما ایر از کلز خریداری کردیم، آرد سیاس هول میل است، آرد سبوزدار دیگه. ما در شروع سبوزایش و یا پوستایش جدا میکنم، امرا با غلبیل و یا امرا با از این جالیگکا اگه دارین سبوسش جدا کرده در بین از این کاسه، فقط ما آردش ضرورت داریم، در بین از این کاسه ما اضافه میکنم. بخاطر که آرد سیاه خوبی شمیسته ازمیت داره، داری دل استاده نمیمونه دیگه. به این شکل بیننده عزیز ما یک سریش به شما نشان میتم. هر نوع جالیگک و یا غلبیل دارین میتونین که از استفاده کنین دیگه. باز اگر خودتون دوست داشتین میتونین که از آرد پلین فلاور رو استفاده کنین و یا از چپاتی آماده بسازین. و شاید بر شما سوال پیدا شده باشه چرا راستن از پلین فلاور استفاده نمی کنم. بیننده عزیز ببینین که با وجودی که من غلبیل هم کردم، فقط امو پوستایش که کلانتر است امو جدا شد و در غلبیل آمد. انوز هم ببینین که آرد سیاهی خود داره دیگه، از او خاطر ازمیتش هم خوب است دیگه. به نمی شکل ما تمام آرد غلبیل کرده و پوستایش در بین از این کاسه اضافه میکنم. خب بیننده عزیز، ما آرد همه گیشه که از جالیگک غلبیل کدم و به این اندازه پوست گندم و یا سبوس برامد دیگه. ما ایره کار نداریم و اینال به شما بازم دوباره نشان بدیم. اینال نوبت خمیر مایه و نمک است که ما ضرورت داریم. یک قاشق چای خوری ها خوب پر خمیر مایه و یا خمیر ترش که مزی خمیر مایه استفاده میکنم. یک قاشق چای خوری هم تو پر نمک. در شروع نمک امرا با خمیر مایه گد میکنیم که در آرد خوب گد شوه. وقتی که خوب گد شد، آل نوبت روغن است که من اضافه میکنم. 4 قاشق غذاخوری، 1 2 3 4 قاشق روغن. و اینجا گرفتیم آب شیرگرم دیگه. آبم در گیلاس منک کده به شما نشان میدیم. یک گیلاس. و دوستای عزیز کوشش کنین آب یک دفعی و یا یک جایی اضافه نکنید، به خاطر که خمیر زیاد نرم و یا آبگین میشه. یا 2 گیلاس. دو گیلاس خوب گد میکنیم. سه گیلاس. و به خاطر که نان همطور خوب نرم و ملایم بیایه، یک تپش و یا ترکش همیست که آب شیرگرم باشه، به خاطر که اگر آب داغ باشه نان اصلا خوبش نمی، و اگر آب سردم باشه خمیر ما خوبش نمی و نانش بهترین نان نمی دیگه. آب کوشش کنین اینطور شیرگرم باشه. سه گلاس آب اضافه کردم. یک گلاس چارم کم کم اضافه کرده و خمیر میکنیم. و خمیر نان چپاتی و یا نان پرکی
زیاد سخت نمی باشه و زیاد نرم نمی باشه، متوسط می باشه. بیننده عزیز، دیدین که آب ما کم کم اضافه کردم، 3.5 گلاس آب برد. ما دیگه آب اصلا اضافه نمی کنم، دیگه نرمی خمیر و یا سختش بگیم به نیمی اندازه کاملا کفایت میکنه. دیگه من ایره خوب خمیر میکنم تا زمانه که یک خمیر خوب نرم به دست بیه. حالا ببینین که به این شکل میباشه. اگر میخواین که نانای هم تو خوب نرم ملایم و البته خوب هم تو خوشمزه باشه، کوشش کنین خمیر نان به مدت 10 الی 15 دقیقه خوب به نمی شکل گد کنین و یا خمیر کنین، بهترین نان به دست میه. دیگه ما به نمی طریق خمیر کده میرم. خوب بیننده عزیز، به مدت 15 دقیقه ما خوب خمیر کردم. ببینید که نام خدا چه خمیر سافت نرم و ملایم آماده شد. دیگه نال مرویش پلاستیک میگیرم. دستمال پاک بالش اضافه کرده به مدت 1 ساعت میمونیم که خمیر برسه. خوب بیننده عزیز، 1 ساعت تیر شد و خمیرم ببینید که نام خدا خوب رسیده. دیگه نال ما خمیر از غاله میکنم. و اینجا آرد سبوزدار غلبیل کردیم و ده کاسه گرفتیم. یک سر پاش میتم در روی دسترخوان بخاطر که اینجا نال زغاله میکنم و زغاله رو میچینیم. بینید عزیز، اینان چپاتی را من بدون تاوه پخته میکنم، از او خاطر سایزش خردتر میگیرم و شما نظر به مو گردی تاوی تان میتونین که زغاله خمیر بگیرین. کاسه آرده اینجا پیش دست خود مانده. به یه اندازه کاملا کفایت میکنه و زغاله را هم که خمیر که ما زغاله میکنم به اندازه زغاله باشه که ما با بولونی آماده میسازیم. به شکل خوب بیننده عزیز، ما خمیر همگیش زغاله کدم، 25 دانه به شمول از یک دانه چوچگک 25 دانه زغاله شد. دیگه نال ما دستای من میشیرم، روی خمیره رو پلاستیک میگیرم، پلاستیک در روی زغاله انداختم. اینال میریم استپ مهم که ما چطور نانا رو پخته میکنیم رو به شما نشان میدم. خب بیننده عزیز، اینجا یک تخم پزی رو گرفتیم که تخم پزی ناساز است، البته ناسازش خلاص شده. اگر ما تخم چیزا پخته میکنیم دریش میچسبه. کوشش کنید یک تخم پزی که استفاده نمیکنید روزمره ازش استفاده کنید. یا ما در پشت از این تخم پزی ببینید که یک آینه خوب دبل هم داره. نان چپاتی را پشت از این تخم پزی ما همیشه پخته میکنم که هیچ مزورت با تاوه و دیگه چیز نداریم. و بیننده عزیز، منقلم با حرارت آخرین حرارتش درجهش که هسته به بلند در موهای میمونیم. 15 دقیقه پیش از اینکه ما نان پخته کنیم تخم پزی رو میمونیم به حرارت بلند و تا آخرین دقایق تا همه نان پخته میشه باید درجه و یا حرارت که زیر تخم پزی است باید همیشه بلند باشه. اگر حرارتش کم باشه نان قاق قاق و بسیار کریسپی میباشه، نانش بسیار قاق میه. دیگه اینو ببینین، من قلم روشن شد، تخم پزی رو به نمی شکل میمونیم تا خوبم تا گرم و داغ باشه. تا وقت خمیرام و زغالام همه گیش مفته. خب بیننده عزیز، 15 دقیقه تیر شد، زغالام رو ببینین که افتاده. دیگه اینال نوبت عزیز که ما نانای چپاتی را و نان پرکی را آماده بسازیم که ما ضرورت داریم به رفیده. بدون رفیده به خاطر که خمیر نرم می باشه بسیار مشکل است که ما داری تخم پزی خمیر بگذاریم و یا پخته کنیم. اگر رفیده بسیار کار آدم آسان میکنم. از این زغاله اول گرفته نشان میتم، یک ذره آرد پاش میتم اینجا. به این شکل هموار میکنیم یک ذره.
و بیننده عزیز رفیده را ما به اندازه امی خود تخمپزی آماده ساختیم کردیش یک اگر کلان باشه یک ذره برادم مشکل ایجاد میکنه دیگه هم برابر خود تاوه و یا تخمپزی باشه بسیار ساده و آسان است اینال خمیره در روی رفیده به این شکل گذاشته و از این بغلا به این طریق اینه بیننده عزیز دیگه تخمپزی خوب داغ است گرم است به این شکل گرفته ببینین تخمپزی که داغ باشه به این شکل زود خود پقانه پقانه میکنه و نان چپاتی آماده میشه و همه قدیدین که یک ذره رنگش که تغییر میکنه آستا جدا میشه رویش دار بتین ساده آسان اصلا کدوم مشکل دهش نیست به این شکل نه میچسبه و نه ما را جنجال میده دیگه نان منتظر میشنیم که او طرف نان و یا چپاتی هم پخته شده بخیر متوجه میباشیم ببینیم بیننده عزیز چقدر آسان ساده اینه هر دو طرفش آماده شد نان در دسمال گذاشته پس یک دسمال دیگر بالاش اضافه میکنیم بخاطر که نمیخوایم نانا قاق شود و یا خشک شود به این شکل به نمی طریق دیگه ما همه گیش پخته میکنیم بیننده عزیز نانای چپاتی و یا نان پرکیام آماده شد که از آرد سبوزدار و سیاسته نانا رو ببینیم که نام خدا هر کدامش چقدر خوب آمده نرم و ملایم آمده به شما نشان بدیم که اگر ما قاتم کنیم پس دوباره آمده نانای نرم نرم و ملایم دیگه ما بر شما توته میکنم دیگه این نانا از این میتونین که به برگر هم استفاده کنین به رول که اگر رول جور میکنین به اولادا و کسایی که کار میرن نان توتا میکنم ببینین ساده آسان و همچنان بسیار خوشمزه و خوشخور است هر چقدر که آدم نوشجان کنه اصلا خسته نمیشه و نقصم نداره خدا کنه که از این ریسیپی ما خوشم آمده باشه آماده بسازین و ازش لذت ببرین دیگه وقت شما عزیزان نمیگیریم با تمام شما عزیزان خداحافظی میکنیم خدا حافظ همه شما شب روز همه شما خوش تک ویدیوی دیگر هر جایی که هستین خوش و آرام باشین